Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre le complément objet direct ou le COD. Salam à همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموع درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز می‌خوایم به مبحث مهم و کاربردی COD یعنی مفعول مستقیم و ضمایر مفعول مستقیم بپردازیم. ببینیم که اصلاً مفعول مستقیم چی هست، ضمیرهای مفعول چی هستن و کجا و به چه صورتی تو جمله باید ازشون استفاده کنیم. حتماً تا پایان این ویدیو مهم و کاربردی همراه ما باشید. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos. On y va! Le complément d'objet direct ou le COD. Le COD est le mot ou le groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition pour en compléter le sens. Il représente l'être ou la chose qui reçoit directement l'action que fait le sujet. COD, qui est un complément d'objet direct, est le mot ou le groupe de mots, il y a guruhi as kalamat hasta, qui se joint au verbe, que be verbe felemu michaspan, sans préposition, bedune hich harfe ezafe, yani mustaqiman ba'd az fel qarar migire. Pour en compléter le sens, baraye inke mafhum va ma'naye fel ro kamel konan. Il représente l'être ou la chose. Khob, in COD نشان دهنده لتر موجود وجود شخص او لا شوز یا چیزیه که رسوا دایرکتومان لاکسیون که فعل لو سوژه دریافت میکنه به طور مستقیم عملی رو که سوژه انجام میده عملی رو که فاعل انجام میده پس در واقع COD چی هست همون مفعول مستقیم هست کمپلمان دوبژه دایرکت دایرکت یعنی مستقیم ابژه هم که یعنی مفعول خب مفعول چی بود؟ مفعول کلمه ایست شخص یا چیزی است که عمل فعل نسبت به آن واقع می شود یا عمل فعل رو دریافت می کند که این تعریفی که اینجا دادیم هم دقیقا همین رو میگه. ما سه نوع مفعول داریم. دیرکت، ابژه دیرکت یا همون COD هست. کمپلمان، دوبژه اندیرکت که این اندیرکت مفعول غیر مستقیم هست. ما در سطح ادو این رو میخونیم اگر دوست داشتید میتونید بعد از این درس اون رو هم ببینید و کمپلمان دوبژه سگون دیرکت خب امروز قرار براتون توصیف کنیم که مستقیم هست نکته مهمش اینه که سام پرپوزیسیون کمپلمان دوبژه دیرکت حرف اضافه نداره بدون حرف اضافه بعد از فعل میاد تو مثال ها خواهیم دید کمپلمان دوبژه اندیرکت که مفهوم غیر مفعول غیر مستقیم هست حتما پرپوزیسیون داره یک حرف اضافه بین اون و فعل قرار میگیره کمپلمان دوبژه سگون مفعول غیر مستقیمی هست که بعد مفعول مستقیمی هست بذارید من تو فارسی براتون یک مثال بزنم که این رو کامل تو ذهنتون داشته باشید برای کمپلمان دوبژه دیرکت مثلا من میگم من خریدم اولین سوالی که میپرسید میگه چی خریدی؟ چه چیزی را؟ میگم کتاب خریدم. خب این کتاب بلا فاصله بعد فعل اومده توی البته زبان فرانسه تو فارسی میگیم کتاب خریدم بازم چسبیده به فعل. میشه دیرکت کمپلمان دوبژه دیرکت. بعد ممکنه بپرسید برای چه کسی خریدی؟ برای یه حرف اضافه اینجاست. در واقع پس این برای چه کسی میشه اندیرکت و در این جمله که میگم من کتاب را برای دوستم خریدم چون هم کتابو داریم. هم برای دوستم یعنی هم دیرکت رو داریم هم اندیرکت اینجا به این اندیرکت میگیم سگوند یعنی میشه مفعول دوممون ولی تو بعضی جمله ها ما کمپلمان دوبژه اندیرکت رو به تنهایی داریم مثلا میگم من صحبت کردم میگید با چه کسی با چه کسی حرف اضافه است je parle à Sophie با سوفی صحبت کردم اینجا سوفی میشه کمپلمان دوبژه اندیرکت ولی یه وقتی میگم من نگاه میکنم
Je regarde. میگه چی نگاه میکنی؟ چی رو نگاه میکنی؟ Je regarde la télé. اینجا la télé دیگه حرف اضافه نداره. مستقیم کنار فعلمون نشسته. پس میشه direct. این تفاوت این هاست که همونطور که گفتم indirect رو در سطح ادو میخونید. خب برگردیم سراغ complement. دوبژه direct یا سه اوده. مثال ها رو ببینید. Il conduit la voiture. Il c'est le sujet. Conduit c'est le verbe. La voiture c'est le complément. خب میگیم او میراند. چی میراند؟ این میشه complément. Complément یعنی مکمل. مکمل فعلمونه دیگه. Maman est le sujet. Maman fait le gâteau. Maman c'est le sujet. Fait c'est le verbe. Le gâteau c'est le complément. خب جمله اول یعنی او ماشین میراند، رانندگی میکنه، ماشین رو میراند. اینجا مامان کیک درست میکند یا شیرینی درست میکند. Je regarde Sophie. من به سوفی نگاه میکنم. دقت کنید که حالا اینجا یه اختلاف و تفاوتی داره فرانسه با فارسی. توی فارسی وقتی میگیم نگاه میکنم میگید بچی بکی، یعنی حرف اضافه قاعدتا باید داشته باشیم. اما حواستون باشه فعلهای فرانسه با فعلهای فارسی متفاوت هستن. یعنی ممکنه فعلی در زبان فارسی باشه که مفعول غیر مستقیم بخواد، حرف اضافه بخواد، اما در زبان فرانسه مفعول مستقیم باشه. مثل همین رگرد، خود رگرد، رگرده یعنی نگاه کردن به، حرف اضافهش تو دل فعله. پس اینجا ما چون پرپوزیسیون نداریم، مفعولی که بعد از فعل رگرد میاد میشه کمپلمان اوبژه دیرکت. خب حالا برای اینکه کمپلمان رو تشخیص بدیم تو جمله، میتونیم از دو کلمه پرسشی کی او که استفاده کنیم. کی کو، چه کسی چه چیزی، یا کوا میتونیم استفاده کنیم، کی یا کوا. ایل کندوی، خب آخر جمله اگر بیاد این که همون کوا میشه دیگه. ایل کندوی کوا، چه چیزی میراند. میبینید حرف اضافه نمیخوایم. لا واتور، پس اینجا لا واتور میشه چی؟ سه اوده ما یا کمپلمان ما. مامان فه لگاتو، مامان فه کوا لگاتو. جو رگرد سوفی، جو رگرد کی، چه کسی را، سوفی. پس با استفاده از کی یا حالا بهتره اینجا همون کوا رو بنویسیم، چون معمولا توی جمله اینجا ما هدف سوال ساختن نیست. برای اینکه تشخیص بدیم میخوایم ما این رو برداریم به جاش کلمه پرسشی بذاریم، پس کی یا کوا میتونیم بگیم. اگر این دو کلمه رو پرسیدید و جواب گرفتید، اون کلمه یا کلماتی که در جواب میگید میشه چی؟ سه او ده شما. و اما بریم ببینیم که حالا ضمایر سه او ده کدوم ها هستن، چه جوری استفاده میشه. Le pronom sujet et le pronom seode. خب اینجا من میخوام یه مقایسه ای بکنم. ما همیشه در جمله نمیتونیم مفعول مستقیم کمپلمان اوبژه دیرکت یا seode مون همیشه به شکل اسم یا گروه اسمی نیست. چون فکر کنید که یه جمله میگید و seode توش داریم. حالا میخواید مثلا به اون سوال، یه سوالی میگید سعوده داره، میخواید به اون سوال جواب بدید، دوباره سعوده رو که تکرار نمیکنیم، یا دوباره اسم هایی که تو سوال اومده تو جواب تکرار نمیکنیم. یادتون باشه که هر وقت میخوایم از تکرار اجتناب کنیم چیکار میکنیم؟ ضمیر به کار میبریم، پرونوم به کار میبریم، چه برای سوژه چه برای ابژه. پس برای سعوده هم pour éviter la répétition on utilise le pronom COD en place le complément d'objet direct. برای اینکه از این تکرار اجتناب کنیم، تکرار نکنیم COD رو، میتونیم ضمیر بذاریم. حالا برای هر پرونوم سوژه ما ضمیر خاص خودش رو داریم به عنوان COD. Pour je on dit me. Pour tu te. Il on peut utiliser le ou elle apostrophe. Pour elle, on utilise la ou elle apostrophe. Pour nous, nous, vous, vous. Il et elle pluriel, on utilise les. خب من این il, elle یا le, la و le رو علامت زدم. چرا؟ چون ما قبلا برای je و tu موتو رو داشتیم، خصوصا توی چی داشتیم؟ توی فعل‌های پرونومینو، فعل‌های دو ضمیره، اینو دیدیم، باهاش آشنا هستیم. نو و وو فکر میکنم همه جا نووو ثابت هستن، برای سه اوده، برای سه او ای، برای وق پرونومینو، همه جا خود نووو تکرار میشن. پس اون چیزی که اینجا برای ما جدید هست ایل ال سنگولیر ا ایل ال پلوریل هست. پور سنگولیر اون اوتیلیز لو، پور ماسکولن سنگولیر او ال اپوستروف،
quand on a un verbe qui commence par un voyelle ou un H muet. خب وقتی که فعلمون با یک وایل حرف صدادار یا اش موه شروع شه ما به جای لو الاپوستروف میذاریم. برای لا هم همینطور. باز الاپوستروف داریم. پور پلوریل اون اوتیلیز ل. ای متنا. او اسکون اوتیلیز. او اسکون پلاس ل پرونوم سه او ده. اون اوتیلیز ل پرونوم سه او ده اوان لو ورب. سی il n'y a pas de verbe à l'infinitif dans la phrase ou la phrase n'est pas impératif affirmatif. در جملات اگر COD داشته باشیم تا اینجا گفتیم که کجا میاد COD مفعول مستقیممون بعد از فعل بلا فاصله بعد فعل. اما وقتی ضمیر میذاریم اینجا تغییر میکنه. در حالتی که COD ما ضمیر باشه قبل از فعل قرار میگیره. اما یه اما داریم. در دو جا این اتفاق نمیفته. در حالتی قبل فعل قرار میگیره که اولا فعل ما انفینیتیف یا مصدر نباشه، در حالت دوم فعل ما فعل امری مثبت نباشه. پس تو این دو حالت رو کاری نداریم. تو بقیه جمله ها اگر سعوده ضمیر باشه پرونوم سعوده انسو پلس اوان لو ورب او دووان لو ورب قبل فعل یا جلوی فعل قرار میگیره. مثال ها رو با هم ببینیم. Je regarde la télévision. Je regarde la télé. Je regarde quoi? خب پس la télévision میشه COD ما چون در پاسخ به quoi میگیم. Je regarde la télé. به جاش میتونیم complément d'objet direct بذاریم و la télé فمینه هست، به جاش ضمیر la میذاریم و میاد قبل فعل وقتی ضمیر میشه. On dit je la regarde. Je la regarde که این la همون تلویزیون هست. Il mange un gâteau. Il mange quoi? Un gâteau. Un gâteau, c'est notre complément objet direct. C'est un mot masculin. On peut le remplacer par le pronom COD, le. Et ça devient avant le verbe. On dit il le mange. Le, ça veut dire un gâteau. Maman fait les gâteaux. Maman fait les gâteaux. Maman fait quoi? Les gâteaux. C'est notre complément, objet direct. On peut le remplacer avec le pronom COD, les. Et quand on utilise les, il vient devant le verbe. Il vient devant le verbe. میبینید که میتونیم بگیم maman fait, maman les fait. پس توی هر سه تا حالت دارید میبینید. وقتی ما به جای سعوده داریم ضمیر میذاریم این ضمیر میاد قبل فعل قرار میگیره. خب همیشه جمله هامونو همینجوری تغییر نمیدیم. ممکنه سوال بپرسیم جواب بدیم. تو اکوت لغدیو. خب میتونیم بگیم تو اکوت کوا لغدیو. پس این لغدیو سعوده ماه. یکی از همون میپرسه تو اکوت لغدیو؟ تو دی؟ وی جو لکوت. جو لکوت. آره بهش گوش میدم. گوش میدم رادیو رو. پس میبینید که هم توی جمله هامون میتونیم جایگزین کنیم، هم در حالتی که سوال و جواب داشته باشیم یا اصلا یه متن طولانی داریم میگیم، یه چیزی داریم تعریف میکنیم و چندین و چند بار ممکنه که اسمهایی رو به عنوان سوژه یا ابژه استفاده کنیم و در نتیجه برای اینکه اون چیزی که میگیم قشنگتر باشه، روونتر باشه، باید حتما از پرونوم استفاده کنیم. این هم پرونوم سعوده ما خیلی راحت است. فقط با پرسیدن کی یا کوا اون رو پیدا میکنید. ضمیراش هم که خیلی آسونه، در حالتی که خواستید ضمیر به کار ببرید قبل فعل قرار میگیره. این کل خلاصه این درسمون بوده. در پایان درس تمرین داریم. حتما برای اینکه این درس رو کامل یاد بگیرید تمرین ها رو حل کنید. خب دوستای عزیزم، درس امروز هم به پایان رسید. درس بسیار مهمی است. حتما این درس رو خوب ببینید، کامل یاد بگیرید تا بتونید به درستی ازش استفاده کنید. چون در سطح ادو ما قرار هست که ضمایر دیگه رو هم یاد بگیریم، کمپلمان ابژه اندیرکت رو هم یاد بگیریم. پس حتما این درس رو اول با دقت که درس پایه‌ای هست یاد بگیرید که در درس‌های بعدی در سطح ادو دیگه مشکلی پیدا نکنید. و لطفا ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.